بیا یه ذره سوپ بخور بهرامی. پدر جان میبینی چه بلایی سرش آوردن. الهی خیر نمیدن، الهی خدا ازشون نگذره. الهی اصلا خشی جون جوون خودش باید مواظب خودش باشه، بهرام جون نبود دیگه. نبید من تو رو بیده. نمیخواد تو حرف بزنی بهرام، بیا تو سوپتو بخور حرف نزد. میمچه پدر جان همه اینا به خاطر اینه که نیست بهرام تو چشه ما، یه خونی واسهش نریختیم اینطوری شده. کجاش تو چشه؟ کجاش تو چش نیست، نیست کار پیدا کرده تازگی ها، نیست توی زندگیش با زنش تفاهم داره، نیست پدرش دوستش داره، نیست همه چیزش که داره نیست چیزش که همه شده. آخرش نفهمیدم این چه رسم رسومیه که برای چهارشنبه سوری را انداختن. خدا با غریبا یه آتیش روشن میکردن و هیرو قاشق زدی بودش. حالا چی شده؟ همش توپ و انفجار و از چی ترقی میدن پت برای دل زیرش آمیده پت رو میکنه. خشی جون دارت الان دارت مود شده. من اصلا فلسفه‌ام تو زندگی اینه که جوون نباید خودش با هر چیزی سرگرم کنه. جیز خطر داره. نبید من تو رو میوش شد. با این وضعیت تو نمیخواد حرف بزنی، سوپتو بخور. با پدر جان شما بهش یه چیز بگین دیگه. آخه پسر چرا تو حرف تو گوشت نمیره؟ چقدر من باید از دست تو بکشم؟ آخه داغتو نمیرم بچه. من پیر شدم ولی هنوز وزن بیکاری حل نشده. آخه چرا؟ منم جوانم و هنوز این مشکل بیکاری حل نشده. ولی که فقط هیکل گنده کردی، بچه های مردون نصف تو از شیش تا کار میکنن. ازی؟ همین دیگه پدر جان، شما ببینی. آخه من بد میگم؟ نه بیشو گلم تو بد نمیگی. قشیم اگه میدونی چی میخواد بگه این میگی بد نمیگی. این منظور چیه؟ چی؟ این به کی میگی تو؟ این دیگه خود تو بیجار میکنی؟ این پروانه خانومه، بار آخرت داشته میگی اینا؟ فرقی میکنه. تو اگه وردی باره برای خودت یه کاری دست پا کن، نمیخوام برای من قیلتی بشی. بابا جون کار نیست، به جون خودم کار نیست. هرچی من یه لقمه غذا بخورم. چرا علکی حرف تو سری به من میزنی؟ چرا علکی حرف میزنی بهرام؟ کار هست ولی مسئله اینه که تو انقدر گیر دادی به بازیگری دنبال هیچ کار دیگه ای نمیری. بابا من عاشق بازیگریم، من بازیگری دوست دارم، این استعداد تو من هست. بابا بهرام چی میگی؟ این سوپر استارش الان رفتن یه ساندویچ چی زدن کمک خرجشون باشه. دروغ میگم؟ بگو دروغ میگی. خیلی ببین بهرام، عاشق بازیگری هستی باش، هیچ اشکالی نداره، ولی در کنارش باید یه کار دیگه داشته باشی. الان تمام سوپر استارا همه اینا رفتن یه سال، میگن این حرفی که آقای نوید زد من میخوام روش تاکید بیشتری داشته باشم. باید یه کاری در کنار بازیگری داشته باشی که بتونی از توش پول در بیاری. پدر جان شما بهش یه چیزی بگی. والا چی بگم، من پیر شدم ولی هنوز موزر بیکاری حل نشده. نمیدونم چرا. خدا شکر. ایوالله خدا، بالاخره یه بارم شده با روی سفید از دیواره این خونه اومدیم رفتیم میشه همو خشیر اینم. حتی اینم منم جوونم، هنوز مزدر بیکاری هر نشده ایچی، همه تون هم گیر به من میدیم. اومد آقا. سلام. سلام سلام. اما خشر قبل از اینکه به ورود من به این خونه مخالفت کنی، فقط بگم یه مژدگونی بده. امروز من کار پیدا کردم دیگه، همه چی ردیف شد. یه کار خوب تو مرکز فوریت‌های امدادی مخصوص چهارشنبه سوری. آقا کار خوبی ها برام، همه نوع مزایا داره. ببین حق عائله مندی، بیمه، حقوق خوب، خیلی خوب، سرزنده. فقط یه ایرادی داره، اینکه چهارشنبه سوری تمام بشه کار منم تمام میشه، کار تعطیل. بده ببینم پسر چی به تو گفت سرکو بدستی بیایی تو. خب میخواستم شما هم تو خوشحالی خودم شریک کنم. ما نخواهیم تو خوشحالی تو خوشحال بشیم، باید چی رو ببینیم. فکر کنم بعد موقع مزاحم شدم، موقع نهاره. من برم شه نبی جون یه دقیقه بایسته الان بیام. چی نیو دو برو دیگه.
بچه پرو هم دید سرشو میندازه پایین میاد تو خونه. رفیق توه دیگه، تو هم میره پیش قرطاس. وقتی برگشتم این پسره توی خونه نباید باشه. خب بابا جون، رفیق من هست که هست، چرا هرگه هرچی میگه اینجا میزنی تو سر من؟ ببین بهرام خان، به من هیچ ربطی نداره، باید کار پیدا کنی. خب بابا جون کار نیست پروانه دیگه، بذار یه لقمه غذا بخورم گشنمه بابا ضعف کردم. چی کار نیست؟ چطور واسه اون جهان کار هست واسه تو کار نیست؟ جهان بعد رئیسش هم باحاله، از این آدمای شوخ‌طبع و سرزنده است، مثل اون رئیس آتش نشانی اونق نیست. فقط هفت دیگه، کار ماهیانه نیست، قراردادی. یعنی قرارداد بس آقا تا آخر چهارشنبه سوری، چهارشنبه سوری که تموم شد پولمو بدن، کارم دیگه تموم میشه. حالا اینا رو واسه چی داری به من میگی؟ من باباتم بدونم حقوقت چقده، به من چی هستم؟ خب نه به تو رب داره، خب تو رفیق منی، من تو برام این داداش میمونی، هم خشه این بابامون، ما بعد همه چی مونو به هم دیگه بگیم دیگه، اصلا تو که عین رفیق خوب من میمونی. آقا من نمیدونم تخم لق رفاقتو کی تو دهنتو گذاشت، اما من چه رفاقتی با تو دارم؟ اصلا تو چه سودی واسه من داشتی؟ حالا اینا مهم نیست نمیج. ببین من اومدم یه چیزی بهت بگم. آقا من چقدر بهت بده کارم؟ چقدر بده کارم؟ بگو دیگه. 480,000 تومان درسته؟ من میگم توی 20 تومن دیگه من بده، فقط یه 20,000 تومان دیگه میشه 500,000 تومان. بعد چهارشنبه سوری که تموم شد من 20,000 تومان رو بهت برمیگردونم، اون بقیه اشام برمیگردونم. دست درد نکنه، میدونم که روی من زمین نمیندازی نوید. فقط نوید یه چیزی بهت بگم، فقط همین چیزا سوء رفاقت میمونه، اینو جدی میگم. ببین تمام آدمای خونه یه طرف، باز منو تو یه رفاقت دیگه دارین. میدونی چی میگم؟ میگم یه جور دیگه ما هم رفیقیم، که اگه بخوایم بازم با هم رفاقت داشته باشیم منو جمعش میکنم. فقط همین هست که میمونه، اینا که میمونه هم تو رفاقت دارم. گوش خیلی بی‌معرفتی نوید، تو داری از رفاقت من سوء استفاده می‌کنی، می‌فهمی؟ سلام برام، شیرینی می‌خوری؟ ببینم آقا جهان، ما اگه نخواهیم شما رو ببینیم، اگه نخواهیم پاتو بذاری اینجا، اگه نخواهیم با تو رفاقت کنیم، چیکار باید بکنیم؟ چی شده داداش؟ مشکل چی؟ من حل کنم. مشکل من خود تویی. چرا من؟ بابا جون پروانه قهر کرده گذاشته رفته، میگه یه آدم بیورده این مثل جهان چرا میتونه کار پیدا کنه، ولی یه آدم بورده این مثل من نمیتونه. بچه هم حق داره. اونو ولش که، اون یه چیزی میگم اینجوری برای خودش، تو باید با اون بسازی، اون زنته. به هر حال منظورت از اون کیه؟ پروانه. خب از این به بعد میگی پروانه خانم، دیگه اون نمیگی، فهمیدی یا نه؟ برای من از این که با تو احساس رفاقت زیادی میکنم دارم به اون میگم اون، یعنی همون پروانه خانم. ببین پروانه خانم، ببین برام، من دارم میگم با پروانه خانم بساز، برای اینکه این بچه های نازدازی این وسط آواره نشن یه موقع که بسشن. چقدر؟ 20,000 تومان. میدونی برای چی؟ به خاطر اینکه مرکز فوریت های چهارشنبه سوری که میرم اینا قراردادیه، ماهانه نبستن که بخوام مساعدی بدن، به خاطر همین شما باید کمکم کنی. شما اسم خودت رو میزنی رفیق؟ آره؟ بعد چه توقعی از من داری؟ میدونستم رومو زمین نمیندازی، دست درد نکنه. ببین رفاقت همین چیزاش. ببین جهان، که میمونه دیگه. بابای من الان رفت خونه بیرون، گفت تا برمیگرده اگه تو رو اینجا ببینه هر دومون از خونه میندازه بیرون. پس بنابراین همین الان از خونه میری بیرون، فهمیدی یا نه؟ رفاقتا بو میده، بوی ریل راهن، بوی سکه عرق کرده تو جیب، بوی مایه اولیه فالودهی، بوی زنگ زدگی میده این رفاقتا. سلام پروانه خانم. چرا اینجا میای؟ عادت کردم، راست میگم در باب عادت. ببینم بهرامو ندیدی؟ بهرام گفت شما قهر کردی رفتین که. نه خیرم، تو را که بیرونت کرده بودن داشتی میمدی بهرامو ندیدی؟ پروانه خانم اینا چرا اینجوری هست؟ بهرام رفت تو اتاق نوید. رفت تو اتاق نوید؟ ببین آقای جهان، اینو فقط بهت میگم برای اینکه رفیقتو بهتر بشناسی. و همیشه که قهر میگم بهت میومد و بهرام حداقل تو دم در با من میومد، ولی این بار چی؟ اصلا میدیدی چیه شما مرد آبه تو سراتا یکی؟
بله درست میگه، همشون کنه ولی بعضیشون واقعا سر پای یک کرباسن. ولی پرمال خانم میدونین این مشکلی که اول زندگی همینجوری یه دعوا و یه مشکلات پیچیده‌ای پیش میاد باعث، یعنی از چی پیش میاد به نظرم من مشکل بیکاریه. این مشکل بیکاری که خودم میدونم چیکار باید کرد. خب باید برای برنامه کار ثابت پیدا کنین دیگه. خب خسته نباشی، دیروز از آخرین مهد کودکی که کار میکردیم انداختنمو بیرون، بعد تو فکر کردی من دنبال کار نگشتم، امروز همه جا رو زیر پا گذاشتم. ولی چی؟ چون عیده به کسی کار نمیدن. کار که زیاده پروانه خانم، من خودم چجوری کار پیدا کنم؟ کار زیاده متا به نظرم یه مقداری آدم باید سر کیسه رو شل کنه. یعنی چجوری؟ من منظور تو نمیفهمم. ببینیم پروانه خانم، من همینجوری این کارا رو راحت پیدا نکردم که، یه مقداری مثلا تلاش کردم، بعدم یه نزدیک مثلا 20 تومن شیرینی دادم. 20 دقیقاً آره همون 20000 تومانی که گفته بودم. 20000 تومن. 20000 تومن چی؟ 20000 تومن شیرینی دادم. 20000 تومن. میفهمی چی داری میگی؟ بله میگم 20000 تومن. منظورت اینه که من رشوه بدم؟ نه من غلط. ببین بهرام تو خونه بیکار بمونه بپوسه بهتر از اینه که من رشوه بدم، فهمیدی؟ بله درست، من غلط کردم، نگفتم رشوه، گفتم. آره 50 تا 20ش لنت قرمز داره، اونو که لنت قرمز داره تخریب هم داره، بقیه فقط موج داره. باشه میفرستم، خداف. سلام چطوری؟ ببین نوید یه کاری کن، یه بابا یه چیزی یک کمک کن، مشکل من حل شه دیگه. چاقی؟ چاقی من واسه من مشکل نیست، مشکل من بیکاریه. حالا تو مشکلای دیگه تو حل کن، بیکاری من واسه حل میکنم. او نوید مسخره بازی در نهر جون مادرت دیگه. بابا زن زندگیم داره اصلا میپاشه، زنم گذاشته قهر کرده رفته، باباش بهش گیر داده، این بهرام بیکاره داره اوضاع خراب میشه. نوید کاری بکن. خب بهتر، اونو الان میره شوهر پولدار میکنه، تو هم تکلیف دوشم میشه، اونم میره سر خون زندگیش. خیلی منو باش که مثلا گفتم میام پیش رفیقم درد دل میکنم، یه حرفی میزنه من آروم میشم، یه کمکی به من میکنه. افتی رفیق خرابم کردی. بگو چی که واسط بکنم. ببین جون نوید انجام میدی؟ بگو اگه بتونم. آره دمت گرم. ببین نگاه کن، یه زنگ بزن به این آقای افشار، خب اون ور آب کلی آشنا داره دیگه، یه کاری ردیف کنه من برم اون ور آب کار کنم. بابا تو هم نفست جای گرم بلند میشه، من که نوشم نتونست تو من کاری ردیف کنه، بعدش هم تازه تو بری اونور باید ظرف بشیری مرده بسوزونی، کاری واسط گیر نمیاد. من کار نمیخوام، من کار واسط ردیف میکنم. جون من؟ جون تو چه کاری؟ هستی بگو. هستم. بیا دمت گرم. فقط مراقب باشا. ببین اینو یه آدرس میدم، میبری میدی بهش، 50 چوب تحویل میگیری، 5-6 میره تو جیب تو، بقیه‌اش هم میره تو جیب من. این چیه؟ دیگه اونا چه فضولی نکن دیگه. این که من به تو میگم. من کار نمیخوام، این کار. فقط مراقب باش. نکنه مواد مخدره. آخه من کجا قیافم به قاچاقچی میخوره؟ مواد منفجر است. فقط مواظب باش. باشه. خیلی بیشوری. این همه تو تلویزیون دارن میگن دست به این چیزا نزن، این کارا رو نکن، خطرناکه. این زن و بچه مردم تو خیابونن، تو داری افتادی تو کار خرید و فروش. اینی بگم واسه خودشون میگم، من تز خودمو دارم. آها تز خود. بعد تز شما چیه؟ ببین بهرام جون، جوون هر جوری که شده باید سر خودش گرم کنه. هرنم یه بازاریه، ما هم فروشندشیم، میفروشیم پولمونو میگیریم دیگه، بقیش با خودشون. نوکرتم. نگاه کن واقعا که برای خودم متاسفم که یه رفیقی مثل تو دارم، مثلا آدم پیش تو مشکلمو حل کنم. باشه آقا جون بفرما، من خودم میبرم. پروانه میره یه شوهر میکنه، شوهر پولدار میکنه، تو هم میمونی برای دل بابات میترشی. آره فکرم ناره 17 18 19 20 حل دیگه. خیلی خب، پس فقط بهرام کی میره سر کار؟ ببین پروانه خانم، من الان باید برم اونجا. خب اگر اونجا نشود نگران نباشی، من تا آخر وقت اداری امروز بهرام برم سر کار، میبرمش اونجا. یادت باشه قول دادی ها. فقط ببین موقعی که قرار شد بره سر کار بهش بگو تو رو به خاطر استعدادها و تواناییات قبول کرده. و یه چیز دیگه، اون قضیه 20 تومنه اتفاقا من می‌خواستم به شما بگم، همینجا چالش می‌کنه، نگران نباشی. خیلی خب، قول مردونه دادی ها، زیرش نزنی ها. پروانه خانم هر چی شما با ما گفتی مردا همه یک کرباسن. ببین اون حرفی که من زدم اصلا مال گذشته است، ولش کن. الان دارم به این فکر میکنم که چقدر خوشحالم که بهرام یک دوست، یک رفیق مثل تو داره. خواهش میکنم، لطف کن. منم خیلی خوشحالم پروانه خانم. منم ببینین فقط به خاطر این رابطه کاری، حالا که اینجوری شده من زیاد باید بیام اینجا برم و
به خاطر اینکه با بهرام در ارتباط باشیم، کارمون رو هماهنگ کنیم، چون دیگه با هم دیگه همکاری میگه. یعنی چی؟ من چی کار میتونم بکنم؟ یعنی اینکه شما با هم خشیر رو صحبت کنم، من راحت حالا نه از بخواد چیزی باشم دیوار میرم مثلا این از در نمیاد، فقط من اون تو باشم چون اون تو رو خیلی دوست دارم، همه با هم دور هم همه. تو از همین الان خودت اون تو تصور کن. خوبه؟ دست تا قول دادیا. بله قول دادم. حل دیگه فقط شما هم یه کاری کن دیگه، شما هم بچسب به زندگی پروانه خانم. شما الان ببین دختر گلم، ببخشید ببین پروانه خانم، شما الان اول راهین، برهم منم چیزی نمیگم، جوونین، یعنی خودتونو بی خودی وارد بازیه پیچیده نکنید. خیلی خوب باشه، من میرم شب برمیگردم خبرشو ازت میگیرم. کار دیگه ای نداری؟ نه فقط بچسبیم به زندگی. این شیرینی هم بیام با بهرام ببریم بخوریم. گل شیرینی برای شما گرفتم. بیا گل واسه خودت. من شیرینیشو ولی میبرم. اصلا به من چی دخالت کنم؟ مگه من فوزونم تو کار شما دخالت کنم؟ ما گل دادیم که بهرام ببریم سر کار میبریم. نه بیست سوان که حل شد. چرا خاموش میکنه؟ نکن. نکن ماما اینجوری نکن. تو خودت میدونی که من خیلی مخلصم. من برمیگردم این پولو. این پول مال بهرامه. مگه من میتونم بخورم؟ نکن این کارو. میگم نکن. من فقط تو رو دارم. فقط تو رو دارم. داداش اینی که من دارم به تو میگم دیگه خطر چیه؟ لوچمه. آقا اونم جایی دو تا آمازه کف دستش بده پشتش گرمشه به کار. ببین اینا رو امتحان کن، فرپسرها تی ان تی و 34 هم واسه میرسه. خب فقط اونا رو زیر 25 سال نمیدم ها، قطر و تر درستمون. باشه ما خدافز آقا، حله برو. ببین نوید، من وزنم بالاست، یه خود دمای بدنم هم بالاست، اینا نمیتریکه تو دستم. نگرد و دورتر نگرد از شکمت، هرشون جیبان از هم موازه باش خطر داره. ببین آخه من به پروانه چی بگم؟ برم بگم چو وایس خوب تو دست من نگاره نکن دیگه. به پروانه بگم افتادم تو خرید فروش نارنجک؟ بابا باش بگو من اصلا افتادم تو کار جلوه ویژه. یه چیزی بگو دیگه، اگرم زیاد چیزی شد بگو افتادم تو کار بیزینس. برو مواظب باشه. آخه بیزینس چی نوید جون؟ بابا برام من اون چیزاشو دیگه نمیدونم. ببین پس فردا الان دارم باهات تیم میکنم. نه بگی آقا من این کارو نبودم، تو منو آوردی تو این راه، رفیق نابابا نمیدونم پول حرومو اصلا بده من نمیخوام. ای دست من بابا، دست زدن میفته میمیری. بابا چی در میاری؟ حسم بگو. حسم دیگه. من حسم دیگه. پایم بگو. پایم. پایم. خب تموم شد رفت. تموم شد رفت. ببین میری اونجا یکی اسمش نادره. خب موی یه موی بلند داره، جوش کچل قیافه خفنی داره. خب بهش میگی سلام چطوری؟ خب بابا سلام علیکم که من میدونم، فکر کنم من برم سلام علیک نکنم. من یه سوال دیگه دارم، میگم آقا ما هر چی بیشتر از این رد کنیم پول بیشتری دستمون میگیره یا نه؟ آباریکلا حالا شد یه بحث دیگه. ببین میخوای زرنگ باشی باید کارو از دست سورس در بیاری. خب باید بالا دست باشی. خب آره. بعد حالا میری جلو، هر چی من گفتم باید همون کارو بکنی تا بشی چی آدم زرنگ. آره خب گفت میرم میگم سلام چطوری؟ اون چی میگه؟ چی میگه؟ میگه خوبم تو چطوری؟ خب بابا نوید مسخره کردی ما رو، این سلام علیکو که بلدم، اون کلمه به خصوص به خصوصی که باید بگم چیه؟ ببین این یه بحث دیگه است. خب میری جلو میگی سلام چطوری؟ خب اون میگه خوبم تو چطوری؟ آره. بعد تو میری جلو میگی سلام چطوری؟ سلام تو چطوری؟ آها آره خوبی؟ چیاره؟ شما آقا نادری؟ ببینیم بابا جنس داره دوست. آروم بابا. ببین داداش اینطوری اما میگیری فکر نکنه بعد پولشو بدی، اول بعد پولشو بدی، فکر نکنه ما حالمونی. من تست کنم ببینم برای چی آوردی، واسه چی تخمه کفتر باشه برای چی واسه من آوردی؟ یعنی چی تست کنی؟ تستش کنم ببینم چی آوردی بعد پولشو میدی. خب یعنی چی تست کنی؟ یعنی چی بابا جون یکشون چیکار داری میکنی؟ پولی ساختی برای کله بابا چرا زدی اونجا؟ چرا زن بچه مردم چرا میزنی؟ چی چی دمت گرم؟ آره چیکار میخوای بکنی؟ چیکار میخوای بکنی؟ پولشو میخوام بدن. آها آره بعد پولشو بدی. پنجاه تومنه بگی بینیم بابا. دست ده نکنه. آه پنجاه تومنه. خب به استادم بگو از همین جنس، از همین جنس، از همین. آره. بعد از ظهر هزار توی دیگه بعد رو سنم هزار تا دیگه؟ نام خودت و پولی دست ده نکنه آقا، خیلی لطف کرد. آقا اینا رو دور از خود نگه داشت، چون دمای بدن من وزنم زیاده، دمای بدن ممکنه چیز کنه. بفهم شما برو خونتون بابا. شما بفهم. Thank you.
تو یه روز کار پیدا کردی اونم با این همه پول؟ آره دیگه، خب به هر حال پروانه، هر مردی یه روز به رنگ غیرتش بر میخوره دیگه. آره اینو چیز گفته کی؟ همین لئوناردو داوینچی. آره لئوناردو داوینچی اون که نقاش بوده و مجسمه ساز. آها خب همین دیگه، نکته همینجاست. به هر حال اونم یه روزی برای غیرتش برخورد، با زنش دعوا شد، برای غیرتش برخورد، رفت نقاش شد. آره خب نبکن، کار چیه؟ کار بیزینسه. آره میدونی کلن کار بیزینسه دیگه، ما بیزینس میکنیم در سرگرمی بچه ها. چقدر خوب، سرگرمی بر بچه ها، چه کار مفرحی. آره البته بچه هایی که واقعا بیکاری رنج میبرن. خب چیزه این اصلا ولش کن، به من بگو که این کار رو از کجا پیدا کردی؟ کارو میدونی من یه جا رفتم، خب برها جاهای مختلف رفتم سرکشی کردم، یه جا شدش که استعدادهای من رو شناختن، بعد اونا رو بارور کردن، بعد همونجا البته این پولی که میبینی الان من در آوردم برای یه روز کارا، بعد امروز کار تو دستم نبود، حالا کار تو دستم بیاد بیشتر هم میشه. چقدر خوب، به همین مناسبت امشب به همه بگو همه شام مهمون من باشه. بابا پروانه دست در نکنه اینطوری، خیلی من درشت میکنه. تو کار پیدا کردی. آها پروانه اینو بهت بگم و این کار یه حالت به خصوصی داره، فقط تا چهارشنبه سوری بیشتر نیستش، یه خود مقطعیه، یه خود چهارشنبه سوری؟ آره چطور مگه؟ اون شرکت خارجیه که با ما قرارداد بستن، این به خاطر همین تا اون زمان بیشتر نیستش، ولی خب ایشالا بعد از اونم دوباره کار پیدا میکنیم که خدا بزرگه. آقای جان چیزی گفتی؟ آن چیز نه، گفتم بابا تو دیگه کی هستی؟ دسته شیطونو بستی. یا آره دیگه بابا آقا دسته در نکنه، بیم شما پیسا بزنیم. یه لک حالا بیشتر برای من تعریف کن. چی میشه یه روزی ما هم مثل همه از این در بیم تو؟ چطوری آقای جهان؟ خیلی ممنون پروانه خانم، من امروز با وارد بازی پیچیده‌ای شدم، انقدر مشغله داشتم که نتونستم. آقای جهان واقعا نمیدونم چطوری باید ازت تشکر کنم. تشکر؟ برای چی تشکر؟ یعنی چی برای چی تشکر؟ تو میدونی چی کار کردی؟ نه. تو دوستی رو در حق بهرام تموم کردی، تو یعنی یه کاری کردی که مثلا نمیدونم چجوری باید ازت تشکر کنم. واقعا ممنونم آقای جهان، من در اولین فرصت حتما یک هدیه بسیار جداگانه برای شما میگیرم و اینکه امشبم همه شام مهمون منن خوشحال میشم اینجا باشی. نه خواهش میکنم، نه این حرفا چی، نه من یواشکی میرم تو اتاق بهرام، همونجا یه لقمه نون و پنیر یه چیزی میخورم که یه موقع هم خشیر عصبانی نشه قرقر کنه، من میرم اتاق بهرام. حرفا میزنید، قرقر کدومه؟ من موقعی که داستانو برای پدرجان تعریف کردم انقدر قربون صدقت رفت که باورت نمیشه، الانم با آغوش باز در انتظار توه. یعنی هم خشیران منتظر منه؟ بله، فقط یه چیزی آقای جهان. آقای جهان یه چیزی، من که پیش بهرام رفتم بله روش نشد بگه که شما این کار رو براش پیدا کردین و با صحبتایی که شما براش کردین مطمئن شده که این کار به خاطر استعدادها و توانایی خودش بوده که بهش رسیده. بله. من چیزی به روش نیاوردم ولی فهمیدم که این کار شما پیدا کردین، چون گفتش که این کار تا چهارشنبه سوری بیشتر طول نمیکشه، اون موقع تموم میشه دیگه. من مطمئن شدم، من چیزی به روش نیاوردم، پدرجانم قول داده چیزی به روش نیاره، از شما خواهش میکنم چیزی به روش نیاری. نه خواهش میکنم، فقط من اگه اومدم تو جمع چیزی به روی منم نیارین هیچ کدومتون، هر از اون چیزایی که میدونید. حتما خیالت راحت، من دارم میرم بیرون شام بگیرم، شما چی میل میکنید؟ من یه دونه پیتزا قارچه گوشت خانواده با، فقط یه مقدار بگیم پنیرش زیادتر بزنید. حتما، شما اینجا باشین من سری شام میگیرم. خیلی ممنون، تشکر آقای جهان، واقعا متشکرم. خیلی ممنون پروانه خانم، خواهش میکنم، نه با وظیفه‌ام بود، حتما دارم ولی فرصت چون پیدا کنم. دوستی برای همین موقع هست دیگه. من وارد چه بازی مستقیم و غیر پیچیده‌ای شدم که
ابو خشیر، ابو خشیر، من نمیخواستم یه پروانه خانم گفت بیا ابو خشیر. ابو چه فربه ابو خشیر؟ چرا داری شلوغش میکنی؟ منم تویی؟ بله منم. ببینم جهان، میخوام تو عالم رفاقت یه کاری برام انجام بدی. آهان، حالا که گیر میفتی گیرت به منه، میخوای رفاقت کنم برات؟ آره حرفای زورتو یادت رفت؟ بابا جون این کاری که من میگم به نفع خودت هم هست. چه کاریه؟ ببین من رفتم با بابام صحبت کردم، گفتم جهان یه کاری برای من انجام داده که من بهش مدیونم، میخوام بهش احترام بذاریم، میخوام حواشی داشته باشی، راحت بیاد تو این خونه بره، یعنی خانواده دور هم باشی. بده بدت میاد؟ صبر کن ببینم تو چرا این چرت و پرت رو برام خشیار گفتی ها؟ نگو دلت برام میسوزه که اصلا من باورم نمیشه. فکر کن که من دلم برای تو بسوزه، این در عوضش تو هم باید یه کاری برای من انجام بدی. ای کلک، چه کاری؟ نگاه کن، من رفتم یه کاری پیدا کردم که به کسی نمیتونم بگم چه کاریه، ولی این کار فقط تا چهارشنبه سوریه، عین کار خودت. مبارک باشه. چه کاریه؟ قربونت برم. خب نمیتونم بگم چه کاریه دیگه. خب میدونم چه کاریه. خب من باید چیکار کنم؟ آها نگاه کن، تو باید بری به پروانه، اگه زیاد پیله کرد بهش بگی پروانه خانوم. پروانه خانم اینا اگه... دهنت نیفته. باشه، نمیخواد تو به من بگی. اگه پروانه خانم زیاد اومد بهت پیله کرد، گفت چه کاریه، باید بگی که من و بهرام توی اداره داریم با هم کار میکنیم. آها همون اداره مرکز فوریت های امدادی چهارشنبه سوری. آها باریکلا. آره فقط نگاه کن، قسمت ما با هم فرق میکنه. من تو قسمت بیزینسم، مثلا بیزینس وسایل سرگرمی بچه ها. فهمیدی؟ خب ببین این مسئله ابعاد پیچیده‌ای داره، ولی تا حدودی من فهمیدم. آره ولی یه نکته مهم دیگه ای داره، اینه که ببین تو نیومدی برای من پارتی بازی کنی که من بیام اونجا. من رو استعدادها و توانایی‌های خودم بوده که اونجا قبولم کردن. فهمیدی؟ آره ببین این مسئله هر لحظه که ما داریم جلوتر میریم داره ابعاد پیچیده‌تری پیدا میکنه، ولی اگر اینا رو این یک پازل همه رو کنار هم بچینیم میبینیم که قابل قبوله، برای همه هم قابل قبوله. آره. فقط این مسئله چی گیر من میاد؟ همین که راحت میایین تو این خونه میری، عمو خشیار باهات کاری نداره، مهربونه، قشنگ همه چی ردیفه دیگه. بابا من میگم اصلا این میشه یه کارت ورودی برای من بزنی که دیگه هیچ کی من گیر نده با عکس و مهر و اینا. بابا کارت ورودت منم دیگه، آقا من ردیفش میکنم. و تازه یه این چیه؟ چیز دیگه هم هست. این نه چیزی نیست. این چیه؟ نه گفتم این چیه؟ چقدر پول لازم داشتی تو؟ زور؟ آره زور. من همینقدر. این چیه الان دستت؟ رشوه است؟ آره؟ داری من رشوه میدی؟ یه داداش خدا شکر داد همه جا میرسه. آقا حله. خب ولی آره، ولی دیگه کسی هم نفهمه دیگه. آره دیگه بیره. موضوع چیه؟ آقا حواست جمع باشه. برام باشه باشه. برام کجایی؟ اما خشیر، اما خشیر من نگفتم پروانه خانم گفت بیا تو، من نگفتم، هیچ چی نگفت، اصلا گفتم نمیام تو، گفت بیا تو، اما خشیر کارت داره. بابا با منه. جهاد گلم، جهاد خوشگلم، قربونت برم الهی. حالا کنه بابا بیا باید کندی کار دارم. بیاری بیاری بیارم این پروانه شامیه که قولش رو داده بود چی شد بس؟ بابا جون تا ما برسیم سر میز شما هم رسیده. اون بابا بیاری بایی بودت برم بیاری بایی خشم آیا کوب خوش دلم بس بایی بودم. بر اثر انفجار مواد مطرقه در یک خانه مسکونی سه کودک جان باختند و عده‌ای نیز به شدت دچار سوختگی شدند. همین گزارش نیز حاکی است که انگشت یک نوجوان بر اثر ترکیدن نارنجکی دستی قطع شد. به گزارشی در این زمینه توجه فرمایید. پسر چه رادیو رو خاموش کردی ها؟ هیچی بابا، حالا بد میشه داریم شام میخوریم از این چرت و پرتا میگن. چیه بهرام؟ چرا شامتو نمیخوری؟ خب بخور دیگه، مگه حالت خوب نیست؟ نه خوب، خوبم، ولی نمیدونم، فکر کنم خوب نیستم بهرام. آقا برم حالم خوب نیستش. چرا؟ بابا قدیما یه چارچن به سوری یه آتیش بازی بود و یه قاشق زدی، خلاص. حالا همون خشیر تازه اینو چیزی نیست که من پروانه خانم تو قلب خود ماجرا هستم، یه چیزایی میبینم که اگه بهتون بگم الان سر قضاست، موهای بدن تو سیخ میشه. حالا قضا بخونی چه مواردی جان جون؟ بچن جوابو بگو بابا جون. من میگم حالا بد میشه، شما به جهان میگی بگو. بهرام بالاخره باید بدونیم، درس عبرت بگیریم دیگه. چرا نگه بگو آقای جهان. پروانه خانم یه بچه داشته تو پیاده رو میرفته، میاد جلو پاش ترقه میزنه، جفت لپاش میره تو هم.
جفت لوپاش میبرنش بیمارستان. آره ببین اصلا یه جوری میشه که مثلا حالا البته داشتم میومدم موتورم خراب بود اون موقع، یعنی دیر رسیدم، ولی وقتی رسیدم بچه رو برده بودم. بعد من گفتن آقا وقتی ترقه زدن جلو پای این جفت لوپاش رفت تو هم، بعد دکترو بردم بیمارستان، البته عملش کردن خوب شد. حالا یه کلاخ چهل کلاخش نمیدونم چون میبینین چی میگم، مردم ما خیلی پیچیده. بابا نگو دیگه جهان اعصاب آدم خرد میکنه. حالا اینم باز چیزی نیست، یه مورد دیگه بود. یه دوتا بچه داشتم تو پیاده رو راه میرفتن، بعد این چرخ بالا داشتن، چرخ بالا از این باتری ها هستش کوچولو، بعد یه ماشین میاد این چرخ بالا رو له میکنه، بعد این بچه انقدر جیغ میزنن میبرنشون بیمارستان. این چه ربطی به چهارشنبه سوری داشت آقای جهان؟ بله درسته ربطی نداشت، ولی من برسه همیشه این موتور خراب میشه دیگه، یه میخوام بدم تعمیرگاه نمیتونم. دیر رسیدم، بعد پلیس ها بهم گفتن که قضیه این نبوده که این ماشینه بیا چرخبال له کنه. یه ترقه انداختن جلو ماشینه اومده بوده تو پیاده رو، چرخبال این بچه ها له کرده بوده. این بچه ها دیگه اتفاقی خیلی بدی براشون افتاده. بلا ببینم بر پدر مادرشون شبه ایدی چی میکشن. همین حال باز باید باید نمیدونم آخه این چیه بود شده این جوانا میکنن. با قدیم ها چاشم شدی یه آتیش بازی بود و یه قاشق زدی خلاص. اینا قبلا گفته بودیم، ولی یه مورد دیگه هم بود که من براتون بگم. یه بچه داشته شیشه شیر میخوره تو بغل مامانش، یه ترقه میندازن جلو پای مامانش، بچه یه دفعه سر شیشه شیر رو میکنه. او بس کن دیگه جهان، اعصاب آدمو خرد میکن اینا. چی میگه این پسر؟ چرا امشب قاطی کرد؟ به درجا فکر کنم چون روز اول کاریش بوده یه مقدار فشار کاری روش زیاد بوده، بعد حتما ازش زیاد کار کشتن خسته شده. نوید ما چی کار داریم میکنیم؟ پشت بیا رادیو رو گوش کن ببین چی دارم میگن. چیه واژان درد گرفتی؟ آره واژان درد گرفتم بابا، زن و بچه مردم انداختیم تو خطر، همه دارن از ترس میمیرن. به خاطر چی؟ به خاطر پول. من پول رو نمیخوام. آقا دور ما رو خط بکش، من دیگه نیستم. بیچاره ما داریم جوانای مردم رو سرگرم میکنیم. کدوم سرگرمی؟ سرگرمی شما چیه عزیزم؟ اسم این سرگرمیه، میفهمی؟ ما اگر الان جوانا دستشون نارنجک ندیم پس فردا هزار تا کوفت زرما رو دیگه بهش میدن، مواد مخدر میدن، بازی مسجل میدن، فیلم های غیر اخلاقی میدن. بچه‌م تازه با این کار کی ما کردیم میدونی چقدر فرصت شغلی واسه اینو ایجاد کردیم؟ یه دقیقه برو سر این سوانه سوختگی ببین تمام دکترها دارن کار میکنن. نه با تو اصلا مخت معیوب شده، چرت و پرت داری میگی. باشه برو برو. آره میرم. فقط پس فردا پروانه شوهر کرد نه اینجا واسه من غیرتی بشی ها. چی میگم؟ پس فردا پروانه شوهر پولدار کرد نه اینجا واسه من غیرتی بشی ها. برو. باشه میرم. منو بدبخت بود داشتم فردای معامله کلون میکردم، همین نادر زنگ زده 10,000 تا سفارش داده این TNT. آقا من چم دو برابره داشتم پشت خودم و خودتو میبستم. 10,000 تا؟ آره 10,000 تا دیگه. خورده فروشی که سود نداره، داشتم معموله جا به جا میکردم. حالا تو این وسط تو میخوای بکشی کنار. برو دیگه برو. چیزه پس ببین نوید، اولا صبح قرار بذار که به ترافیک نخوریم، قشنگ راحت کارا رو انجام بدیم. آره دیگه بابا. خب اینو وردار دیگه. ببین صبح ساعت 5 کلبچو که زدی راهی میشی، خب فقط مواظب باشی. باشه ردیفه. باشه. یا چند تا؟ 10,000 تا؟ آره دیگه 10,000 تا. ببین فقط جون من به هر کسی خواستی بفروشی ازش قول بگی جله پای زن بچه نزنن ها. سر کارمون تو هم گذاشتی مثل اینکه ها. نه بابا جدی دارم بهت میگم، این نارنجک ها 400 گرمیه، یعنی قدرت تقریبش اندازه این نارنجک واقعیه، بزنه داغون میکنه. آه ناز بشی لایی تو گل پسر. مسخره داری میکنی؟ تو اصلا میدونی بیکاری چیه؟ تو میدونی من واسه چی اومدم دارم این کارو میکنم؟ من به خاطر بیکاری اومدم این کارو دارم میکنم. میدونی اصلا قدیما چهارشنبه سوری چی بوده؟ شما گند زدین توش یا آتیش روشن میکردن نهایتش یه قاشق زنی میرفتن. تو اصلا میفهمی من چی دارم میگم؟ برو کنار ببینیم بابا، برو کنار. چیکار داری میکنی؟ اول باید پولشو بدی بدم ببینیم بابا. روزی که حالیت نیست من تا تست نکنم پول مول خبری نیست. ببین پسر جون اسمت چیه؟ حالا میگیم باربود. ببین باربود جون تا اینجا چهارشنبه سوری دیدی؟ حالا اینجا بعدش برو خونهتون ببین. میدونی چی میگم؟ این نارنجک مارنجک ها رو بنداز دور. بس دیگه. برو پیش خانواده‌تون با یه امید و شادی. چی چیو تست کنی بابا؟ میگم اینا 400 گرمیه. نزن. 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 اون الان منتظر تو هست. چی بود؟ عجب آدمایی پیدا میشه. ببین پسر آقا چه اتفاقی افتاد؟ یه وانت پر نارنجک منفجر شد. شما برو من میام. شما برو. کدوم آدمت؟
این کاری کرد. بیا یه زن سوپ بخور بهرامی. پدر جان میبینی چه بلایی سرش آوردن. الهی خیر نمیدن، الهی خدا ازشون نگذره. اصلا خشی جون جوون خودش باید مواظب خودش باشه، بهرام جون نبود دیگه. نبید من تو رو نمیخواد تو حرف بزنی بهرام، بیا تو صوبتو بخور حرف نزد. من چه پدر جان، همه اینا به خاطر اینه که نیست بهرام تو چشه ما یه خونی واسش نریختیم اینطوری شده. کجاش تو چشه؟ کجاش تو چش نیست؟ نیست کار پیدا کرده تازگی ها؟ نیست توی زندگیش با زنش تفاهم داره؟ نیست پدرش دوستش داره؟ نیست همه چیزش داره؟ من آخرش نفهمیدم این چه رسم رسومیه که برای چهارشنبه سوری را انداختن. خدا غریبا یه آتیش رو سمی کردن و هیرو قاشق زدی بودش. حالا چی شده؟ همش توپ و انفجار و از چی ترقی میده پت برای دل زیرش آنگی پت رو میکنه. خشی جون دارت، الان دارت مات شده. من اصلا فلسفه‌ام تو زندگی اینه که جوون نباید خودش با هر چیزی سرگرم کنه. جیزه خطر داره. نبید من تو رو میگی اوف شده. با این وضعیت تو نمیخواد در بزنی سوپ تو بخواد. من پدر جان شما بهش چیز بگین دیگه. آخه پسر چرا تو حرف تو گوشت نمیره ها؟ چقدر من باید از دست تو بکشم؟ آخه داغ تو نمیرم بچه. او دارم برات. سلام آقا کشیر. سلام پروانه خانم. سلام آقا نبید. سلام. پروانه خانم، من تحقیقاتمو به صورت کامل و صورت محسوس و نامحسوس انجام دادم و نتیجه این تحقیقات رو به صورت پازل کنار هم چیدم و دیدم این قضیه انفجار از جای دیگه‌ای داره آب می‌خوره. ای کجا آب می‌خوره؟ حالا بهتون میگم. جواب چرا دروغ میگی؟ چرا جواب متشنج می‌کنی؟ اون برام همینجوری حالش بد هست، چرا دیگه عجیب میگی؟ من جواب متشنج می‌کنم بی معرفت؟ جاجو پسرم حرفتو بزن اون جاج. حالا بهتون میگم. اما خشر ببین اون بغل اون والتی که برام مصدوم شده بود، یه نفر دیگه مصدوم شده که اسمش نادر بود. جواب ببینیم اینو کارو داره بدم. وایس یه دقیقه ببینم چی شده. وایس نادر کیه؟ الان بهتون میگم. من بیمارستانی که نادر بصری بود رفتم تحقیق کردم، همه چی از زیر زبونش کشیدم بیرون. فهمیدم که بازی خیلی پیچیده. جواب ببینیم اینو دقیقه کارو دارم. نمیگا پسرم بزا حرفشو بزنه. خب بگو ابو جان چی؟ بگو بعدش. ببین ابو خشیار، من فهمیدم که این نادر تو کار خرید و فروش همین نانجک و این چیزا بود. من ببینم بیرون فقط فقطم عمدهشو از یه نفر تهیه کرد. فقط از یه نفر که اون جواب ببینم بیرون کار دارم. وایسا اون یه نفر کی بوده؟ اول اسمش یوسف. ببینم بیرون کار دارم. چرا اسمم میگی یوسف چیه؟ هر چی اسم تو صدا میکنم نمیفهمی که دارم. ببینم بیرون کار دارم. من میرم برم بیرون باشه صحبت بکنم بالا سر مریض، هر چی خبرتر باشه بهتره. ببینم بیرون کار دارم. تا اینجا شنیدین؟ حالا اینجا بعدش میام بیرون. اون چیه نبید؟ گفتم اون چیه نبید؟ داد میزنی؟ این برای من نبید رشوه؟ آره؟ آره نبید تو خجالت نمیکشی؟ اونم به این مأمور وظیفه شورا زنه این انجام عملیات مرکز امداد فوریت های چهارشنبه سوری اونم الان؟ چه داد میزنی؟ خیلی متاسفم. تو بی شما دستی نمیخواستی؟ چرا؟ خب بیا من نمیخوام این پول مال تو. خیلی متاسفم، دستت درد نکنه. خدا بخواد برسونه همه جا میرسونه. حالا حله؟ آره. خبری تو چی میگی؟ ببین من میگم، تو میگم که آقا من تحقیقاتم هنوز کامل نشده. خب یه سری مدارک میخوام برای اینکه تحقیقاتم کامل شه. باریکلا. اون برنامه من میدونم ترس پرونه هیچ نمیگه. فقط سوتی ندی تو. نه بابا خیلی تو. بابا میگم نه چی میگی فقط باش فقط نوید یه چیزی. ببین الان خیلی بچه‌ها دارن این برنامه رو میبینن ها. کدوم بچه‌ها؟ اهالی محل. می‌دونی چی میگم؟ یعنی تو همش سر تا سر خلاف کردی، هی محموله جا به جا کردی، هزار تا هزار تا این نارنجک فروختی به اینون و داخلش هیچی به هیچی با خوبی و خوشی تموم شه، جادوگر بره خونه دیگه. بهرام به بلا سرش اومده دیگه، بسته دیگه. یعنی چی؟ بعد یه بلایی سر یکی بیاد دیگه، آدم بده باید، آدم بده باید به سزاش بشه. یعنی بهرامه؟ آره دیگه، یعنی بلا سرش اومده دیگه. تو خجالت نمیکشی؟ تو خجالت نمیکشی آخه؟ خب بابا اینا همه میدونن که تو مقصر بودی برنامه وسوسه کردی آخه نوید جون. اینجوریه که نمیشه. خب باشه. چی خب باشه 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 آقا، برنامه به سزای عملش رسید. برنامه رسید. تمام حله؟ آره حله. فقط یه چیزی. میشه بگم یه جمله آخر برو. چوب خدا صدا نداره. یه جای جواب پس میدی. باشه داداش. صداش کرد. صدات میزنم. باشه.
دو پس از این همه زار و ستم و فروختن نارنجک‌های زیاد به سزای اعمال خود رسید و دیگری که نظارگر اعمال او بود برایش تجربه و عبرت گشت. چرا اینجوری شد؟ حرفتو بزن آقای جهان. بیخ به خدا قدیم هم همینجوری بود و یه آتیش روشن میکردن روش میپریدن و یه قاشق زنی و خلاص. وای میدونی من دفعه چندمه دارم این جمله رو میشنوم. اینا رو ول کن، میگم کار بهرام چی شد؟ کار بهرام تموم شد پروانه خانم دیگه. کار من و بهرام تموم شد دیگه. چهارشنبه سوری امشب بود، کارم تا چهارشنبه سوری بود تموم شد. 7 سال دیگه خلاص. خب اینو میدونم، میگم بیمش چی شد؟ مگه قرار نشد بری راجع به بیمش صحبت کنی که هزینه دوا درمونشو بدن؟ چرا؟ ولی چون این کار موقت بود، چون موقت بود بیمه نداشت. خب بعد به خاطر همون من سعی کردم که بعدا صحبت کنم، برای برام یه کار ثابت پیدا کنم که دیگه بیمه داشته باشه. خودتون میدونید که دیگه. آره میدونه، خرج داره، خودش میاد خودش خرج میده. بابا عمو خشه این حرفا چی خرج داره؟ من شوخی کردم، نه جدی رفاقتی برای برام یه کار جور میکنم. خب قشنگ یه کار ردیفه که بریم با هم دیگه باشیم. آقا همتون هم مهمون من، همه مهمون من، نوید، بهرام، پروانه خانوم، همه اهالی این محل. جاش جونم خشر رد کن. چی رو رد کنم؟ بوس به قشنگ عموم هم خشر. بوس نخواستم بچه پردو. 60,000 تومن رو بده. کدوم 60,000 تومن؟ من که چیزی ندارم که. 3 تا 20 تومن داشتی. یه 20 تومن والا عروس گلم پروانه، یه 20 تومن والا بهرام پسر گلم، یه 20 تومن والا نوید گل سرسبت. بدویدم رد کن بیدویدم. اما خشراخه من شما فهمیدین؟ من اونو خرج کردم رفت. یا خودتا به اون را نزد. من میدونم امشب تو حقوق گرفتی، خبراش به ام رسیده. اما خشرا بایستا من را توضیح میدم. یه لقه بایستا بیم من چی میگم. من یا باقا بیشواره بده تا نزدم فکرتو ننداختم زمین. بگن اینجا هرکی هرکیه. بیا بخش این 60 سال، ولی اینو میخواستم نگه دارم، خوب شد خرجش نکردم. میخواستم برای خودم کلاه کاسکت موتور بخرم. نوی من میخوام بدونم تو هنوز تز خاصی راجع به چهارشنبه سوری داری؟ خب نمیخواد حرف بزنی. تو اون فک شکستتو ببند، اون گردن قضروف برگشتت هم تکون نده. بله تا شمسونی قدیما همینجوری بودش. یه آتیش بود درست میکردن، همه عروس میپریدن، یه دونه هم قاشق زنی بودش.